سلام و وقت شما بخیر. شما بیننده زیربنا از آریانا نیوز هستین و من سمیرا شجاع هستم. توجه کنید به تعداد گزارشات اقتصادی که در طول هفته به دسترس ما قرار گرفته است. 165 پروژه توسعه وزارت اقتصاد در سال گذشته از تطبیق باز مانده است. مسئولان وزارت اقتصاد میگویند که این پروژه ها به دلیل ناامنی، وجود فساد، نبود ظرفیت های لازم و تکمیل نبودن اسناد پروژه‌ای از اجرا باز مانده است. در همین حال آگاهان امور اقتصادی دولت را به کمکاری در اجرای پروژه های توسعه متهم میکنند. ناامنی و فساد چالش بزرگ سر راه تطبیق پروژه های توسعه در کشور. مسئولان وزارت اقتصاد میگویند از میان 693 پروژه توسعه در کشور 165 آن به دلیل نبود امنیت، فساد مالی، در نظر نگرفتن اولویت ها و نیازمندی های ولایت ها و ناهماهنگی میان دولت و تطبیق کننده ها اجرا نشده است. با گفته مسئولان وزارت اقتصاد، این پروژه ها بیشتر مربوط سکتورهای زیربنا، منابع طبیعی، معارف، صحت، توسعه بخش خصوصی و مسئولیت اجتماعی می شود. بعضی از این اسناد پروژوی از اینها تکمیل نبود، درست نبود و یا تناقضاتی داشت یا مشکلاتی داشت و در عین حال هم بعضی پروژه ها اما مراحل ابتدایی مطالعاتیش تکمیل نشده بود و اینها باعث شده بود که این پروژه ها تطبیق نشد. از سوی دیگر شماری از آگاهان اقتصادی ضعف رهبری و مدیریتی را در کنار مشکل امنیتی چالش دیگر در تطبیق پروژه ها می دانند و از حکومت می خواهند که جلب فساد و مشکلات تکنیکی را در اجرای پروژه ها بگیرند. در شبکه یا تشکیلات دولت افغانستان یک اراده ملی و یک تعهد ملی در راستای منافع ملی افغانستان وجود ندارد. دولت افغانستان به چندین پارت تقسیم شده و هر پارت متاسفانه کوشش میکنه که به اساس همو خطوطی که از او آدرس معرفی شده کار کنه. در سالهای گذشته پول های گزافی برای تطبیق پروژه های توسعه در کشور به مصرف رسیده است، اما این پروژه ها به دلیل نبود برنامه منظم نظارتی یا از تطبیق باز ماندن و یا هم به صورت بیکیفیت تطبیق شده و هزینه ای که برای آنها در نظر گرفته شده بود ضایع شده است. کار قریزی 2 کیلومتر جاده در شهر قندهار آغاز شده است. این جاده در مرکز شهر قندهار در 2 مرحله به مدت 3 ماه با هزینه 175 میلیون افغانی از بودجه شهرداری این ولایت قریزی می شود. والی قندهار می گوید با تکمیل شدن این پروژه سهولت های زیادی برای رفت آمد و انتقالات فراهم می شود. قندهار شهری که بسیاری جاده های آن میاری نیست و هر از گاهی باعث ازدحام ترافیکی و بندش راه می شود. اکنون والی قندهار می گوید که توسعه این شهر یکی از اولویت های کاری وی است و می خواهد این شهر را چهره جدید دهد. وی می گوید در نخست جاده احمدشاهی در مرکز شهر به گونه پخته و میاری ساخته می شود. در پروژه په دوه فاز جوړ شو. اول فاز سلور دیرش میلیون افغانی و او دویم فاز اویا میلیون افغانی ده چې د کندهار د شهروالۍ د بودیجې نه دا تامینه کیږي. زه مطمئنم چې د دغه پروژې په تکمیل کې د کندهار شهر څېره کاملا تغییر خوري او نوي سهولتونه کندهار شهریان ته مساعده کیږي. در همین حال شهرداری قندهار میگوید که کار این پروژه با بودجه این اداره در 3 ماه آینده تکمیل می شود. دغه سړک چې احمدشاهی واټ نومیږي په دې کې البته 15 اساسي پروژې موږ درلودې دي چې په هغه کې د چریو ایستل شامل دي، د کادرونو جوړول شامل دي، د اویاري سیستم شامل دي، د پروژې اسفالت شامل دي او په دې پروژه کې همدارنګه د سړک مارکینګ یو بل اساسي پروژه ده چې موږ یې لرو. هغه نورې پروژې تقریبا 90% پای ته رسېدلې. با گفته وای پس از تکمیل این پروژه تمامی جاده های شهر وسعت داده می شود که 15 سال پیش به صورت غیر معیاری و بیکیفیت ساخته شده است. نمایشگاه 3 روزه صنایع روستایی در کابل به پایان رسید. در این نمایشگاه صنایع روستایی 5 ولایت به نمایش گذاشته شده بود. وزارت احیا و انکشاف دهات که حامی این برنامه می باشد گفته است که تاکنون برای رشد صنایع روستایی 35 میلیون دلار هزینه کرده و پس از این نیز تلاش ها را ادامه می دهند.
در نمایشگاه صنایع روستایی تولیدات بانوان از 5 ولایت کشور به نمایش گذاشته شده بود. این بانوان از فروش تولیداتشان در نمایشگاه خرسندند و از دولت خواستار برگزاری نمایشگاه بیشتر می باشند. اگر این نمایشگاه ها افزایش پیدا بکنه به نظر از ما خیلی خوب است، هم در بخش بازاریابی و همچنین در بخش تولیدات و فروشات ما خیلی خوب است. زنگر از چه جور شده خو بخی خدا و پر ولایت که بیا پدی په خاطر خدا چه منګه نوی دیزاین نه ګورو نو ولایتونو سره نو خلکو سره آشنا کیږو. ما یک بار باشه سال یک بار باشه فرق نمیکنه، همچو برنامه برای ما بسیار مفید است. در این نمایشگاه بانوان هم شرکت دارند که صنایع دستیشان در بازارهای جهانی نیز فروش دارد. من در اینا بله یو خود جمیله خانزاده پونم چې هغه امریکا که هم قرارداد لري آردرون لري په دننه په افغانستان کې په نور ولایتو کې او په امریکا کې آردر لري. تولیدشان به کشورهای خارج همچو تاجکستان، هندستان ما صادر داریم که زیاتر فروشات ما به تاجکستان است. وزارت احیا و انکشاف دهات از سال 2010 این برنامه توسعه صنایع روستایی رو دست گرفته است و تا کنون در این بخش 35 میلیون دلار مصرف کرده است. ما پلان داریم که برنامه انکشاف صنایع روستایی را تا سال 2017 از سطح 5 ولایت به 15 ولایت افغانستان گسترش بدیم. در این نمایشگاه صنایع روستایی ولایت‌های بلخ، بامیان، ننگرهار، کندهار و هرات به نمایش گذاشته شده بود. وزارت احیا و انکشاف دهات در سال روان میلادی این برنامه را در 15 ولایت دیگر گسترش می‌دهد و هدف آن حمایت اقتصادی از بانوان روستایی گفته شده است. عواید مصرفیت ولایت غزنی افزایش یافته است. مسئولان میگویند آنان توانستند تا 20% اضافه تر از هدف تعیین شده مالیات را جمع‌آوری کنند. به گفته کارمندان مصرفیت دلیل افزایش مالیات کاهش فساد اداری در این اداره می باشد. در همین حال یک عضو شورای ولایت غزنی میگوید که هنوز در غزنی زورگویی و فرار از مالیات وجود دارد. میرویس میرزایی مصطفی غزنی میگوید نسبت به سال گذشته و نظر به هدفی که از سوی وزارت مالیات تعیین شده است، این اداره توانسته اند نزدیک به 30 میلیون افغانی عواید بیشتری را جمع آوری کنند. او میگوید پس از اینکه سیستم جدید را ایجاد کردند، سهولت ها را در اجرای کارهای این اداره به وجود آوردند و جلوی فساد اداری را نیز تا حد گرفتند. خوشبختانه در حدود اضافه تر از 38 میلیون عواید ما تأثیر آمده که ما در پالیزی که نظر به سال گذشته عواید ما تأثیر کرده نظر به پلان که وزارت مالیه داده و ریاست عواید برای ما داده بودن ما پلان هم تطبیق کردیم و از پلان هم در حدود 1.8% یا 2% تقریبا عواید ما تأثیر بوده. با آنکه مسئولان مستوفیت غزنی از افزایش عوایدشان سخن میزنند، اما یک عضو شورای ولایتی غزنی ادعا دارد که زورگویی و فرار از مالیات در غزنی وجود دارد. به باور وی اگر جلوی این پدیده گرفته شود، به مراتب بیشتر از این عواید به خزانه دولت واریز خواهد شد. این عضو شورای ولایتی همچنان از مستوفیت میخواهد تا این موارد را شناسایی کرده و با شورای ولایتی در میان بگذارند تا جلوی آن گرفته شود. قابل یادآوری است که در غزنی هم همچی چیزی وجود داره، گفته نمیتونم که نداره، 100% هم گفته نمیتونم و ای را میگم که وجود داره، اما محل و جایش برای ما تالی معلوم نیست. اداره محترم مستوفیت ولایت غزنی بزرگواری بکنه جایی که زورگوی مالیه را نمی پردازه، اما رو لطف کنه برای ما شناسایی بکنه، معرفی بکنه که ما از طریق مراجعی زیرابتش مشکل حل بکنه. با این همه آقای میرزایی میگویند مدت کوتاهی است که در این اداره ایفای وظیفه میکند و تا هنوز با گریز از مالیات و زورگویی روبرو نشدند. با آن هم او تایید میکند که هنوز با چالش های دست و گریبانند. مدت 6 ماه که در غزنی وظیفه انجام میتونم بلند با همچه چیزی که شما گفتند یا کسی مقاومت بکنند اصلا نپرداختن مالیات یا موضوعی که باید شاید ما مالیه را از گرفتن نتانیم یا شکل مافیایی برخورد بکنه با همچه چیز ما تا فعلا مقابل نشدیم. ولی یک چیزی که در مجموع باعث نگرانی کارمندان ما در بعض نقاط دورتر از شما یعنی نا نمیتونند که با مو جورت تام یا با مو با اطمینان خاطر مالیه را جمع‌آوری بکنند. این اظهارات در حال ابراز می‌گردد که پیش از این مقام‌های محلی از موجودیت فساد اداری در ادارات این ولایت ابراز نگرانی داشتند.
سرور دانش میپذیرد که حکومت نتوانسته از هیچ یک از مدن افغانستان برای رشد و توسعه اقتصادی کشور بهره لازم ببرد. سرور دانش در مراسم معرفی سرپرست وزارت معدن و پترولیم میگفت که استفاده درست از منابع معدنی میتواند خودکفایی اقتصادی کشور را در آینده ها تضمین کند. وی همچنان تاکید می‌ورزید که هم‌اکنون در بسیاری موارد هراس افغانان برای تامین منابع مالیشان از معدن افغانستان استفاده می‌کنند. آقای دانش می‌گفت تا اکنون سیاست روشن اقتصادی در نظام وجود ندارد. سرانجام پس از گذشت یک سال از سرپرستی در وزارت معدن و پترولیم، سرپرست تازه از سوی معاون دوم رئیس جمهور به این وزارت معرفی شد. معاون دوم کشور معدن افغانستان را یکی از منابع با ارزش و درآمدزا برای خودکفایی اقتصادی عنوان می کند و می گوید حکومت نتوانسته از این سرمایه بزرگ استفاده بهینه ببرد. این تنها معدن است که می تواند به عنوان یک منبع غنی و مطمئن خودکفایی و استقلال اقتصادی کشور را در آینده تضمین کند و به همین جهت در سالهای گذشته امیدواری های زیادی خلق شد. اما متاسفانه باید اعتراف کنیم که حکومت ما در طول این سالها در این عرصه موفقیت لازم را به دست نیاورده است. در کنار این که معدن کشور به عنوان سرمایه ملی یاد می شود، معاون دوم رئیس جمهور می گوید در بسیاری موارد معدن کشور در اختیار زورمندان محلی، مافیا و گروه های هراس افغان قرار دارد و آنان برای گرم نگه داشتن ماشین جنگی و تامین منابع مالیشان از آن استفاده می کنند. این بسیار واقعا شرم‌آور است که امروز گروه های مخالف مسلح برای تامین بودجه جنگی خود و برای ادامه جنگ با دولت و کشتار مردم بیگناه ما هم از مرمی و تجهیزات نیروهای امنیتی ما استفاده میکنند و هم از چپاول دارایی مردم و منابع طبیعی و از جمله معادن ما خود را تجهیز میکنند. از سوی هم سرپرست تازه معرفی شده وزارت معدن و پترولیم اطمینان می‌دهد تا در راستای مدیریت درست و استفاده مؤثر از معدن کشور برای رسیدن به خودبسندگی کارهای مهمی انجام خواهد داد. از معدن و پترولیم افغانستان می‌خواهیم به حیث یک وسیله استفاده کنیم، به خاطر انکشاف اقتصادی، به خاطر ثبات سیاسی، به خاطر ثبات امنیتی و به خاطر اینکه ما بتونیم خودکفایی بودجه‌ای در افغانستان بیاریم. سرپرست تازه معرفی شده وزارت معدن و پترولیم قرار است برای کسب رای اعتماد در آینده نزدیک به مجلس نمایندگان معرفی شود. اما چالش بزرگتر در برابرش مافیای معدن خواهد بود که روزانه میلیون ها دلار از تاراج معدن کیسه پر می کنند. وزارت احیا و انکشاف دهات 70 میلیون دلار را برای ساخت جاده های روستایی در کشور اختصاص داده است. مقام های وزارت احیا و انکشاف دهات هدف این برنامه را دسترسی مردم به بزرگراه‌های کشور می دانند. مسئولان در وزارت احیا و انکشاف دهات می گویند این جاده ها روستاهای گوناگون را به ولسوالی ها و مراکز ولایت ها وصل می کند و نقش مهمی در رشد و توسعه اقتصادی روستاها می تواند داشته باشد. امسال 705 کیلومتر سرک شامل قیرریزی، کانکریت، اسفالت و جغل اندازی در 34 ولایت افغانستان ساخته می شود. در عین زمان 1691 متر پول آهن کانکریتی در سراسر افغانستان ساخته می شود که در مجموع اینا این پروژه ها 70 میلیون دلار هزینه برداشته که توسط حکومت افغانستان و بانک جهانی پرداخت میشه. از سوی هم شماری از آگاهان امور اقتصادی توسعه راه‌های روستایی را برای رسانیدن محصولات و تولیدات روستایان به بازارهای بزرگ با اهمیت میدانند. تا زمانی که محصولات روستاها را، تولیدات روستاها را و صنایع دستی روستاها را به بازارهای مراکز و زونها وصل نکنیم و از این طریق به بازارهای منطقه و جهان وصل نکنیم، در حقیقت نه یک محصول روستایی ما نه یک تولید روستایی ما در رشد اقتصاد ملی افغانستان نمیتونند که مؤثر واقع شوند تا زمانی که ما اینا را وصل نکنیم. به گفته مقام ها در وزارت احیا و انکشاف دهات در سال گذشته بیش از 400 کیلومتر جاده روستایی را ساختند و بیشتر از 1000 متر پل را هم در سراسر کشور احداث کردند. آنان در نظر دارند که امسال این رقم را دو برابر کنند.
مسئولان ریاست فایدامه بلخ میگویند قرار است در جریان ماه حمل سال جاری کار جغل اندازی 24 کیلومتر جاده های مواصلاتی شماره از ولسوالی های این ولایت آغاز شود. عنایت الله ظفر رئیس فایدامه بلخ میگوید این پروژه ها شامل جغل اندازی جاده دولت آباد، شورتپه و 14 کیلومتر جاده ولسوالی البرز است که باید تا ختم سال 96 کار آن تکمیل و به بهره برداری سپرده شود. قرار است در سال پیشرو جاده های ولسوالی البرز، شورتپه و دولت آباد به طول 24 کیلومتر از سوی ریاست فایدامه بلخ جغل اندازی شود. عنایت الله ظفر رئیس فایدامه بلخ میگوید تطبیق این برنامه ها بیش از 36 میلیون افغانی از این برمی دارد و با آغاز کار آن زمینه اشتغال برای ده ها باشنده محل مساعد خواهد شد. خوب از جمن سرکایی که ما در تایز سال 96 در پلان داریم تقریبا 24 کیلومتر سرک است که جغل اندازی میشه و ترمیم و ساختمان مصنوعیش در نظر گرفته شده. جمن بودجهش در حدود 36 میلیون افغانی است که از جانب وزارت پرداخت میشه و وقتی که سرکا ساختمان شود طبعا بر مردم مسئولیت ایجاد میکنه و همچنان بر یک تعداد مردم ما زمینه کاری مساعد میشه. از سوی هم آقای ظفر میگوید در آینده نزدیک کار بازسازی پل تصدی واقع در شرق شهر مزار شریف دوباره آغاز خواهد شد و قرار است این پل به عرض 35 متر مربع ساخته شود. پل تصدی از 16 متر به 35 متر باید کلان شود که خوشبختانه انجینیر صاحب آمدن از وزارت محترم و فایدامه سروی کردن، دیزاین کردن و فعلا در مرحله تدارکاتی است که انشاءالله با طی مراحل از داینده نزدیک کار از آغاز می شود. به گفته مسئولان ریاست فایدامه بلخ، جغل اندازی جاده های ولسوالی ولایت بلخ از سوی ریاست فایدامه سبب خواهد شد تا اندازه مشکلات حمل و نقل ساکنان این ولسوالی رفع شود. واردات بی‌رویه کفش های خارجی سبب شده که مردم کمتر کفش های تولید شده داخلی را استفاده کنند. اتحادیه صنعتکاران کشور میگویند حکومت وحدت ملی برای حمایت از صنعت کفش در کشور راهبرد منظم حمایتی ندارد. صنعتکاران کشور میگویند اگر از آنان حمایت صورت گیرد و سهولت لازم برایشان فراهم شود می توانند تا کمتر از یک سال این صنعت را به خودکفایی برسانند. کارخانه تولیدی پاپوش و کفش از جمله کارخانه های پردرآمد به شمار می رود که تولیدات آن می تواند جایگزین تولیدات مشابه کشورهای خارجی شود. این فراورده ها در داخل کشور تولید می شوند در حالی که در بیشتر بازارهای کشور کفش های تولیدات کشورهای بیرونی به فروش می رسند. مسئولان اتحادیه صنعتکاران کشور می گویند حکومت باید محصول را بر کفش های وارداتی بیشتر کند تا تولیدات کشور در بازارها جای پای پیدا کنند. مواد خام باید تعرفش کمتر شو و بود که می باید از 50% بالاتر محصول شو که وقتی که یک جای کار برای در افغانستان پیدا میکنه و به میلیون ها دلار به خاطر واردات از وطن ما شما فرار میکنه از ترکیه و هند و پاکستان و ایران و چین تولیدات می. صنعتکاران تاکید می‌ورزند که کارخانه های تولید کفش می تواند 20% نیازمندی های داخلی را برآورده کند و اگر حمایت شوند ظرفیت آن را دارند که کفش های ساخته شده را به خارج از کشور نیز صادر کنند. زمان بود ماشاءالله به خوب کیفیت سخا برقدر خوب منگا مارکتینگ که فروشات نلرو. این کارخانه ها برای زنان کشور نیز زمینه کار را فراهم کرده است. بسیار خوش هستیم از اینجا به فامیلم به خانواده میاد کمک کردیم. در اینجا کمک شوه که همی حمایت شوه بر ما زیاد از این زیادتر بر ما کمک شوه نه؟ به اساس معلومات اتحادیه صنعتکاران در حال حاضر 380 کارخانه بزرگ و کوچک تولید کفش در کشور فعالیت میکند که هر کارخانه روزانه ظرفیت تولید 1000 درجن کفش را دارا میباشد که هر درجن 12 جوره دارد و زمینه کار را برای صدها تن فراهم کرده است. چین علاقه نشان داده است که در افغانستان سرمایه گذاری های گسترده کند. مسئولان وزارت مالیه می گویند که بیشترین علاقمندی سرمایه گذاری چینایی ها در بخش معدن، تولید انرژی و ساختمان سازی است. آگاهان اقتصادی نقش چین در اقتصاد افغانستان را سودمند ارزیابی می کند. وزارت مالیه در نظر دارد تا
زمینه های سرمایه گذاری را به سرمایه گذاران چینایی مساعد کند. مسئولان در این وزارت می گویند سرمایه گذاران چین علاقه نشان دادند تا در بخش معادن، کشاورزی و تولید انرژی سرمایه گذاری کنند. ده هغوی ملی سوداگر یا په مجموع که ده چین هیواد ده تواحس اول سی چه با افغانستان که ده زیربنا پا برخه که پانگوانه وکلی. کلا چه منگو تاس زیربنا وای نو تبا نقه ده انرژی سکتور رازی، ده کرجولوان سکتور رازی، ده کرن سکتور رازی او ده تاورت نور حق سکتورونو که سرمایه گذاری تر سرکیگی چه اغا ده افغانستان ده حکمت ده پلوملی توبونو که رازی. اتاق تجارت و صنایع افغانستان نیز از حکومت می‌خواهد تا زمینه‌های خوب سرمایه‌گذاری را برای سرمایه‌گذاران خارجی مساعد سازد. در افغانستان اقتصادی وضعیت فکری که بل در چه دلتا در افغانستان خلق و در پاره در کار زمینه مساعده که او بل با مختلف برخ که دوی کولیش چه سرمایه‌گذاری و که اتاق تجارت همچنان میگوید سرمایه گذاران خارجی در مورد فرصت های سرمایه گذاری در افغانستان آگاهی دارند، اما حکومت تا کنون برای جذب سرمایه ها توان کافی نداشته است. مسئولان در شهرداری ولایت بلخ از جمع‌آوری 90 میلیون افغانی عواید در ربع اول سال مالی 96 سخن میزنند. مسئولان در این اداره میافزایند که مبلغ 374 میلیون افغانی عواید برای سال جدید مالی شهرداری بلخ تعیین شده و در تلاشند که تا ختم سال این مبلغ یا حتی بیشتر از آن را جمع‌آوری نمایند. عواید شهرداری بلخ برای سال مالی 1396 374 میلیون افغانی پیش بینی شده و شهرداری بلخ موفق شده که در ربع اول سال مالی 96 90 میلیون افغانی جمع آوری نماید. جان محمد عطایی معاون مالی و اداری ریاست شهرداری بلخ می گوید قرار است در سال جدید کار اسفالت 9 کیلومتر جاده آغاز شود. همچنان موزای کاری پیاده‌روها، جغل اندوزی 10 کیلومتر جاده بیرون از کمربند شهری و رنگ آمیزی گلدان های داخل شهر از برنامه های دیگر شهرداری بلخ برای سال 96 است. 9 کیلومتر سرک است امسال که ما تحت پوشی قریزی قرار میگیرم و همچنان ساختی تقریبا در حدود 20 با پلچک است. جغل اندازی به طول 20 کیلومتر است که ما ساعتی که تحت پوشی قریزی و یا کانکریزی ما نباشه و ساعت ما جغل اندازی میکنیم 20 کیلومتر در نظر گرفتیم. از سوی هم شمار از باشندگان بلخ از کارکرد شهرداری این ولایت انتقاد دارند. پول میگیر از مردم اوایی داره، اما به درد برای مردم کدام کاری نشده. فعلا ما این می سرک یلمرب اگر متوجه باشین از چوکی نور تا یلمرب این می سرک برادر یک سال از خانه مردم چپه شده ولی آباد نشده. ده ها بار انتقاد کردیم، صد ها بار گفتیم، هر روز می بینیم که نمی بخش ساختمانی که در بخش مشکلات شهری هستند اکثرا کوچه ها را پیش مکتب سلطان غیاث الدین، کوچه باقی مرزا قاسم، کوچه اوتقل با اوتقل یا کوچه اتفاق شما میبینید، شاید شما هم تیر شده باشین دیده باشین که دوچار مشکلات است، خصوصا در باران های موسمی که سالانه شهرداری بلخ ده ها کیلومتر جاده را در داخل شهر مزار شریف قیلیزی میکند و در چند سال گذشته بخش بزرگ از جاده های درون شهری قیلیزی شده است. مسئولان در این اداره بر همکاری مردم در حفظ و نگهداری از اماکن عمومی و فضای سبز تاکید دارند. رئیس جمهور غنی افغانستان را بستر مناسب برای سرمایه گذاری های جهانی می داند. آقای غنی در نشست با شماری از کارشناسان اقتصادی در استرالیا می گوید که معادن، کشاورزی و تولید انرژی و ساختمان از بخش های عمده برای سرمایه گذاری می باشد. رئیس جمهور غنی در روز سوم دیدارش از استرالیا با شماری از کارشناسان و متخصصان اقتصادی آن کشور در زمینه‌های مدیریت آب‌ها و زمین، معیاری شدن و افزایش محصولات زراعتی، بلند رفتن سطح صادرات و بازاریابی گفتگو کرده است. رئیس جمهور کشور دانش تکنیکی و تجارب آنان را در این زمینه‌ها مفید دانسته و از آنها خواسته که نظریاتشان را با ادارات مربوطه در افغانستان شریک سازند. متخصصین بیرونی اگر به سفر اخیری که رئیس جمهور ما با استرالیا کرده و تشویق شود و این جامعه عملی داشته باشد مؤثر است، هم برای رشد زراعت افغانستان، هم برای تمام
موضوعات رفع مشکلات آبی ما. در همین حال اتاق تجارت و صنایع کشور نقش استرالیا را در بهبود ثبات اقتصادی افغانستان سودمند می دانند. نو دغه پیسې چې کچيري پرزن د افغانستان سره کومک کړي دا د افغانستان په اقتصاد کې او په ظرفیت لوړولو کې د ټولو خصوصي سکتور او د دولت به ډیر کومک وکړي. افغانستان یکی از کشورهای فقیر در جهان گفته می شود که بیشتر برنامه های توسعه و اقتصادی آن وابسته به کمک های جهانی است. آگاهان می گویند حکومت دوری خوب و مبارزه با فساد در اثر بخشی این کمک ها نیاز بیشتر است. برنامه افغانستان برای سرمایه گذاری در میان کشورهای آسیای میانه مقام نخست را کسب کرد. وزیر تجارت و صنایع می گوید که کسب این جایگاه نشان دهنده این است که افغانستان به سوی رشد اقتصادی در حرکت است. شهر دبی میزبان نشست سالانه سرمایه گذاری بود. در این نشست حکومت افغانستان طرحی را برای جذب سرمایه گذاری ارائه کرد که در میان کشورهای آسیای میانه روسیه و قفقاز مقام نخست را کسب کرد. در این مراسم نمایندگان 120 کشور حضور داشتند. عکس جایگاه نخست در میان کشورهای آسیای میانه قفقاز و روسیه 4 پیام عمده را دارد. اول، ارائه تصویر بهتر از وضعیت سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران خارجی. دو، نتیجه دهی تلاش های حکومت وحدت ملی در راستای تطبیق اصلاحات و شرایط ایجاد شرایط سهل و آسان برای فعالیت های اقتصادی کشور و همچنان تشویق اداراتی که در این راستا همکار بودند. سوم، تشویق و رویه دادن به سرمایه گذاران داخلی و خارجی. در همین حال برخی از کارشناسان اقتصادی کشور برنامه های حکومت در بخش جذب سرمایه گذاری ها را چنین ابراز می کنند. این طرح اول افغانستان با شرایطی که وجود داره و نبود مسئولیتی که برای سرمایه گذاری و تجاره و غیره وجود داره، تطبیقش برای ما بسیار عمده است. قرن 21 قرن نتیجه و قرن تطبیق است. آرزو داریم که طرح ما که اول شده در تطبیقش ما اول شویم. در غیر صورت تعجب ما که آیا مذاق کنم امرای وزارت تجارت که آیا راست میگن که ما اول شدیم، این در حقیقت صادق میشه و آرزو دارم که تمامی جوانب ما نظر گرفته شده باشه. این در حالی است که هنوز هم چالش های زیادی از ناامنی ها گرفته تا کمبود منابع، نبود سهولت های سرمایه گذاری فراراه سرمایه گذاران در کشور وجود دارد. مسئولان بخش خدمات تکنیکی و سکتوری ولایت بلخ میگویند قرار است در جریان سال 96 کار تولید 10 مگاوات انرژی برق بادی در ولسوالی خلم آغاز شود. به گفته آنان ولسوالی خلم یگانه منطقه مساعد در این ولایت برای تولید دوامدار انرژی برق بادی میباشد. قرار است در جریان سال خورشیدی کار تولید 10 مگاوات برق بادی از منطقه ولجتای ولسوالی خلم ولایت بلخ آغاز شود. ذبیح الله اختری رئیس خدمات تکنیکی و سکتوری بلخ میگوید بر اساس بررسی های انجام شده از این منطقه امکان تولید 270 مگاوات برق بادی وجود دارد که با تولید آن باشندگان ولایات بلخ، سمنگان و حتی کابل از انرژی برق مستفید خواهد شد. تا 270 مگاوات برق در اینجا استحصال شد. به طور نمونوی 10 مگاوات در پلان وزارت آب و برق گرفته شده که در اینجا این دستگاه را بسازند. به گفته آقای اختری تا سال 2026 میلادی با استفاده از امکانات موجود افغانستان در تولید انرژی برق مورد نیاز شهروندان و همچنان ایجاد پروژه های بزرگ و کوچک برق خودکفا خواهد شد و دیگر انرژی برق از کشورهای همسایه با هزینه های انگفت وارد نخواهد شد. تا سال 2026 پلانی است که افغانستان به خودکفایی خود از نگاه برق برسه. تا 10 سال آینده را باید افغانستان از نگاه مصرف انرژی خودکفا شود. همه سال افغانستان هزینه ینگفت را به کشورهای ازبکستان و تاجیکستان جهت واردات انرژی برق می پردازد. اما انتظار می رود در صورت استفاده درست از منابع آبی،
بادی و انرژی خورشید پروژه های بزرگ تولید برق در شمال کشور تطبیق گردد و نیاز مردم به این انرژی را رفع نماید. خب بیننده های عزیز، این بود تعداد گزارشات اقتصادی که در طول هفته به دسترس ما قرار گرفته بود. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.